با سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز، انشالله که خوب، خوش و سلامت باشید. سلام به همه. حالتون چطوره؟ متشکرم. صدای آدم میگیره وقتی به خاطر این آتش سوزی هایی که پیش اومد. بابا این آتش ول نمیکنه. ول کن، لس آنجلس نیست. همش آتش گرما، آتش گرما. مردیم دیگه. البته باز خدا رو شکر. یعنی علی جان لس آنجلس فقط رب نداشت این دفعه. آره خب این دفعه در سان فرانسیسکو، یعنی در شمال کالیفرنیا هم بود. اصلا بلکن نیست. باد نقش موثری بازی میکنه در آتش سوزی. بله این باد سنتانه، این بادایی میاد اینجا باورتون نمیشه. بله اون موقع میگفتن همه بادا از همدان میاد. من مامانم همدونی بودن، وقتی یه مجلسی همه همدونی ها میشستن طوفان میشد. بادا مال همدونی مال از خود راضی بودن شو بوده. آره میگفتن همدونی ها که اینجا جمع میشن باددار هستن. آدم باددار. بعد ما داریم چیزهای مختلف در رابطه با باد داریم که صحبت میکنن. نه مثلا نه بگو طرف بگو ما از این بیت ها نیستیم که از این بادها بلرزیم. کدوم بادار میگفتن؟ الان نمیدونم. بعد مثلا الان آره مثلا این الان باد بادایی که هستش الان، ولی این بادها هر بیدی رو تکون میده. واقعا هر بیدی رو تکون خیلی شده. ولی متاسفانه حالا به شوخی میگیم، ولی واقعا آتش سوزی خیلی چیز بدیه. بله. مخصوصا این همه خونه زندگی که از من نگران خونه زندگی ها نبودم. میدونم بله. بالاخره اینشورنسی هست و بالاخره نه خیلی از بیمه ها الان چیز کردن، عقب نشینی کردن، گفتن ما دیگه بهانه میارن، اذیت میکنن. بیمه هم بالاخره یه اندازه‌ای داره دیگه. عقب نشینی کردن. آره یه جوری، یعنی خود جنگ دارن جنگ. در میرن از زیر پرداختا. خب آخه بیچاره شدن آره میبینن نه خیلی خیلی آتیش بلکن نیست. آنها که برای زلزله بود میگم خب زلزله میاد و بالاخره اگر خیلی شدید باشه ما مبه این رفتیم. اگر مثلا شرکت بیمه تو ایران بود الان خود صاحب شرکته با چی میگن با سطل داشت همینطور آب بیریخ روی این آتیشا. ولی من همش نگران حیوانا بودم جدا. بله. میگم برای اینکه ما در شهر ما در لس آنجلس ما اینجا آهو و خرگوش و کایوتی و البته کایوتی شغال خوبه. ولی شغال یاد نگرفتی مدت رفتی بابا من خودم تمام سریال و فیلم های ایرونی نگاه میکنم، همه انگلیسی تو شغال ندارن، همه کایوتی هم میگن. آه. همه چی بلدن. چی؟ امکان نداره دیگه. کایوتی لغتی نیستش بگیر. یاد بگیری کایوتی هم میگه. کایوتی هم میگه. همه چی آره. ولی من همش دلم میسوخت، گفتم این همه حیوانا کجا چیکار میکنن. الان با اتفاقی که میگن بعد تو مدارس انگلیسی اجباری نباشه و انگلیسی کسی یاد نگیره و اینا، ممکنه رفته رفته لغت انگلیسی عوض بشه. مثلا یعنی چی؟ چرا مثلا به چینی دیگه از این بعد مثلا بخواد حرف بزنه، یعنی گفتن انگلیسی دیگه یاد ندن. آره مثلا مهم نیستش انگلیسی واسه چی باید یاد بگیری، زادم زبانهای مختلف رو بتونی یاد بگیری و اینا. خیلی بحث سر این مسئله. یعنی برای دنیا... سکن لنگویج آره، انگلیسی اصلا دنیا نباشه. داره همه انگلیسی یاد بگیرن، همه دارن انگلیسی یاد بگیرن تو دنیا. بعد ما میگیم نه ما دیگه این همه سال یاد دادن اش بی خود بوده. البته یه سسی دارم بگم جالبا اینه که تو ایران یاد بگیرن وقتی میای بیرون اون نیستش که باید باشه. آره ولی من با کسایی که صحبت میکنم، خیلی از کسایی که صحبت میکنم، حضور یوتیوب و حضور این اینستاگرام و شبکه‌های اجتماعی خیلی کمک کرده به انگلیسی مردم. ولی من وقتی نگاه میکنم میبینم که خیلی لغات رو انگلیسی حرف میزنن. اصلا میگم مثلا بیزنس رو ما قبلا بیزنس نمیگفتیم تو ایران زمان ما، کسی بیزنس اصلا نمیدونه چه خبره. مثل آره. شعرهایی که خانم گوگوش میخوندن ولی همه اونجوری که دوست داشتن آره. ترجمه میکردن. خوب یادمه. آره. من سالها فکر میکردم گفتم این یه لغت خاصیه بابلی. آره تا بعدا فهمیدم میگه I believe. بعد تو فکر این بودم که گوگوش عزیز اشتباه تره تلفظ میکنه یا من انقدر میرسیم داغون بوده که با believe میشتیدم. باید دوباره آدم گوش کنه ببینی که واقعا چی میگو. البته من یادمه که خانم گوگوش به چندین زبون صحبت میکردن و بلد بودن صحبت کنن. نه من حتی ممکنه که اونجوری که میگفتن ما اون بابلی میشتیم. نه من اتفاقا یه چیز دیگه درباره گوگوش شنیدم که این هنر گوگوش بوده، اونم بودش که تعریف کردن که یکی از رهبران کشورها آمده بوده، نمیدونم فرانسه بوده یا کجا بوده، و ایشون میره و
اون آهنگ رو جلوی شاه ایران محمد رضا شاه پهلوی و این رهبر اجرا میکنه. وقتی که تموم میشه خب به هر صورت میان که سلامی بکنن اینا، اون شروع میکنه باهاش با اون زبون صحبت کردن و شاهنشاه میخنده میگه ایشون این آهنگ رو یاد گرفته، زبان شما رو بلد نیست صحبت کنه واقعا. و اون طرف میگه چقدر ایشون درست خونده و چقدر قشنگ خونده که من باورم نمیشد که ایشون، الان یادم نمیاد چه کشوری بوده برای همین نمیخوام بگم، ولی اینو پدرم تعریف میکرد و میگفت انقدر با تسلط این آهنگ رو اجرا کرد که خود رهبر اون کشور فکر کرده که گوگوش به این زبان آشنایی کامل داره. هنرمند واقعی دیگه. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. خب بریم حالا، از آتش پریدیم، از کنسرت پریدیم، بریم به سراغ از حیوانات بگیم. حیوانات خوبن. تو همش از اول برنامه شما درباره صحبت که دیگه دلت واسه حیوانات میسوزه. خیلی هم میسوزه. قربون شیرین چقدر دیگه واسه یه سوژه دیگه. شما دیدی که مثلا این مجری های تلویزیون های آمریکایی اینا مثلا لب همدیگه رو ماچ میکنن؟ اصلا از این فکرها به سر نزنه ها. نه اون چند ساله نشسته نه، اونجا نه، اینا نه، نه اتفاقا داستان شد تو سان فرانسیسکو درباره شما، من جالب بعد درباره صحبت کنم. ولی نه نه اصلا آه. شما آه. که نه دیگه قربان شید الان دیگه با سن سال شما که کسی که والا سی و خورده سال ما هم اینطوری، حالا الان برام بخوام همچین کاری بکنم قرار بکنم 30 سال پیش بخوام بهش شکل نه الان دیگه. آره الان که این آب نباید کشی. آره میتاسه واسه آب بشی. دیدم که الن دی جنرس I love her. آره لب جنیفر انستون رو ماچ کرد. آره و اینا با هم دیگه نه اونجوری مثل نه خیلی آره کیوت هر چیزی ببین یه برنامه نه الان وقتی میگی کیوت کیوت آدم ریخت چیز میشه مثل من حالا هم لب حسین مجید رو مارچ کنم چه کیوت داره. وقتی شما یه شوی رو انجام میدی و طور بعدی هم ماچش نکرد، خیلی کوچولو اینجوری بوسش کرد، نه لب رو ماچ کرد خیلی خوب لبش اینجوری سر صدا رو انداختش. چه سر صدا رو انداخته؟ اون ازدواج کرده ازدواج کرده اون نوعی که مدانا و بریتنی اسپیرز با هم دیگه ماچ کرده هم دیگه رو اون که اصلا دیگه هیچی. آره اون ترکون ولی اینا اینجوری بوس کردن. آره بعد نبود، بعد بود به نظر من درست نیستش. حالا به هم شوخی کردن، یه ماچ کوچولوی همدیگر کرد. به نظر من خیلی تلویزیونی بود، خیلی تلویزیونی فیلمی نیست. نه خیلی فیلمی بود دیگه، یعنی میدونی آره. برنامه بود، چیز بدی نبود. آره ولی خب از یه طرف دیگه هم یادت باشه دیگه یه مقداری این دیوارهای حتی FCC آمریکا که براش خیلی اهمیت داره این مسئله خانوادگی داره فرو میریزه با این حرفا. ببخشید این همه چی نشون میدن یه ماچ کوچولو که تازه ماچ بدی نبوده، یه کوچولو اینجوری بوس کردن داره دیوار به هم میریزه. خب آره قبول نداشتن قبلا، یادت باشه قبلا اصلا این مسائل قبول نبود، الان داره قبول میشه کم کم تو آمریکا هم. استاندارد های تلویزیونی ماچ کردن از لب به هر شکلی قابل قبول نبود خانم، حالا چه برسه دوتا خانم باشه دوتا آقا باشه یا یه خانم آقا باشه. بله. نداشتیم. بله. الان باز شده این مسئله دیگه، الان دارن ماچ میکنن کم کم خطرناکه، ما به الانش نگاه نمی کنیم. ببین این دوستان عزیزم که میان صحبت میکنن میگن آقا مثلا این طرف خانم رفته تو فرش قرمز، دخت خانم ایرانی مثلا حجابش اونجوری نبوده، به امروز نگاه نمیکنه که حجاب چیه، تو فکر اینه که اگه الان نگه ممکنه دو سال دیگه طرف با مینی ژوب ظاهر بشن. اینه که دارن فکر میکنن، به فکر فرداها هستن، به آینده فکر میکنن. آره. البته یه سیاستم بگم و بین خودمون بین من و شما باشه، والا اینایی هم که این ور آب هستند و خودشون رو خیلی
مدرنیزه میبینن و خیلی درباره آزادی صحبت میکنن، که یکیشون مثلا همین گروه فرشگرد اسم داره که خدا بیامرزه عزیزم رو منوی خدا بخشان که زودتر از همه اینها رو شناخت، دیدم یه چیزی زده بودش که بر علیه تپش که چرا آگهی رضا گلزار رو انجام داده. برای ما هنرمند فرقی نمیکنه، حالا میخواد خانم گوگوش باشه، آقای داریوش باشه، آقای گلزار باشه، یا هر کس دیگه، هنرمند هنرمنده و بعدم هر کسی یک عقاید خودشو داره. ما آقای داریوش رو زیر سوال نمیبریم که چرا مثلا عقیدت اینه، یا خانم گوگوش رو زیر سوال نمیبریم چرا عقیدت اینه، یا از اندی نمیپرسیم به عقیده تو چیه. ما به هنر یک ستاره کار داریم، به یک هنر یک هنرمند کار داریم که آقای این هنرش چیه. بعدم عقاید هر انسانی در هر جایی که زندگی میکنه باید اگر بخواد برای اون نظام یا برای اون سیستم کار کنه داشته باشه. من الان یک کسی دوست دارم از این هنرمندای ما چهار بار بیاد به روی صحنه به آقای ترامپ فوش بدجور بده، ببینیم همین کشور آزادی به نام آمریکا با این هنرمند چی کار میکنه، یا بیاد یه توهینی بکنه به یه فوش بدبیرایی بده بیاد ملکه انگلستان تو زمین خاک انگلیس، ببینیم چه کار چطوری رفتار میشه. توجه به این داشته باشید، من نه وکیل رضا گلزار هستم نه وکیل هیچ کدوم دیگر از هنرمندانمون. تنها چیزی که من میتونم ببینم این هستش که ما باید هنر رو به خاطر اون شخص با هنرش و با اون کار داریم. و کار تپش هم اینه، اطلاع رسانی برای یه کنسرت، برای یه مسئله. یه سری آدم هم اومدن گفتن نه عزیز من، نه من در کنسرت آقای گلزار شراکتی دارم، نه خواهم داشت و نه برام اهمیتی داره که درباره من چی صحبت میکنه. کار تپش این هستش که اگر رضا گلزار میاد دربارهش صحبت کنیم، ایشون میره خداحافظ شما مرسی خیلی هم ممنون تموم شد رفت، تو یک کشوری داره زندگی کنه که با مقررات اون کشور باید زندگیش رو بره و بره جلو. روزی که تصمیم گرفت بیاد یک کشور دیگه زندگی کنه، مطمئنا اگه بره تو ترکیه بعد حرفای آقای اردوغان رو گوش کنه، و الا غیر از این باشه. من آدم میشناسم که همونطور که دیدید اگر برید شما تو امارات متحده حرفی بزنید بر علیه امارات متحده عربی، شما دیگه نمیتونید برید اونجا. بله. اگر در ترکیه برید حرفی بزنید بر علیه اردوغان، شما دیگه نمیتونید برید تو اون کشور. این قانون هر کشوری هستش، حالا بخواد هر جا باشه. این مسئله رو باید بهش توجه داشته باشیم. و مسئله ما هم همینه. داشتم در رابطه ماچه صحبت میکردم. بله. آره، از ماچه بگذاریم بریم سان فرانسیسکو. بگذاریم نه این نوع گفتن سان فرانسیسکو تو یه خود حالت بدجوری بودش. آره. نه یادم همه درباره سان فرانسیسکو میدونن. من باید به تو چند تا درس بدم، فعلا درس اول تو گوش. به زنا که میرسی نشون بده که مشتری هست، طالب جنسی، خریدار، بعد برو با خیال راحت بخواب. بلیت سان فرانسیسکو رو رزرو کرد، خودشون میان سراغت که با هم برین سان فرانسیسکو. آره، جالبه نسل جوونمونم درباره سان فرانسیسکو با ندیدن حتی دایجان ناپلون میدونه که کدوم سان فرانسیسکو. چه فکرت خرابه ای رضا. من راجب سان فرانسیسکو که رفتین و داشتی صحبت میکردی و چقدرم با شوق و ذوق داشتی حرف میزدی، من راجب اون داشتم صحبت میکردم. اول که رفتم سان فرانسیسکو یه سری ایرانی ها دیدم، مثلا یه آقای دیدم، آقای اسمش یادم بوده، اسمش سهراب بود. بعد اومدش و گفت من همه برنامه های شما رو میگم. بعد تو تلفنش برنامه ما رو ضبط کرده بود، مثل که از تلفنش ضبط کرده بود. گفت ببین این درباره برنامه صحبت کردی، من به خاطر این برنامه بلند شدم اومدم. مرسی آقا. حالا قراره گفت لاس وگاس هم میخواد بیادش، درباره لاس وگاس بعدا صحبت کنیم. بله. آره، بعد نه من از من خوشش می اومد. خب مهم نبود که تو رو ببینه یا نبینه، من نگفتم، گفتی میبینیم تو. آره، دلیلش ما شماره این آقای سهراب بیزنسمن هم بود و خیلی موفق و اینا. بعد اونا رو دیدم، مردم دیگر رو دیدم، هموطنهای ایرانیمون رو دیدم در سان فرانسیسکو. خیلی لذت بخش بود، خیلی خوب بود و جای شما خیلی خالی بود. هر جا میرید اتفاقا یه حس دیگه ای داره، یه فضای دیگه است. هممون ایرانی هستیم ولی هر جا میریم یه حس دیگه داریم. تو راه هم که میرفتی با ماشین رفتی؟ بله با ماشین رفتم، خیلی خوب بود. آره با ماشین رفتی. آره با ماشین رفتی و بعد توی راه که میرفتی شما یه دوستی دارید که مثل خیلی دایت و ایناش حواسش به دایت اینا هستش.
رحمید این هریس رنچ رو صحبت کرده بود در بارش. میده کدو بگم دیگه با شوهرش. شوهرش کوچولوه، خودش ماشاءالله یه خود جنره. آره. آره. رفتیم هریس رنچ. هریس رنچ اصلا تکه، واقعا میگم تکه. و تو مریض یا؟ نه با من دوست تو دوست دارم، بخاطر از دوران دبستان من با این آدم آشنایی دارم. دبستان با خواهرش، البته خودش بزرگتر از ما بود، ولی من دبستان اینو میشناسم، برای همین برای همین با اذیتش میکنم همیشه. خب رفتین اونجا؟ رفتیم هریس رنچ. و هریس رنچ گوش داره. آره، استیک، استیک های بی‌نظیر، یعنی بی‌نظیر استیک هاش. و جای شما خالی. آره رفتیم اونجا. و و یعنی از لس آنجلس که حرکت میکنین دو سه ساعت که میری میرسی به یه جایی که اقلن 5000 تا گاو 6000 تا گاو اونجا هستش. 6000 تا گاو، باور نمیکنی یا؟ ما گاو زیاد داریم تو لس آنجلس، ولی اینا همه با همدیگه هستن تو هوا آزاد. آره بعد آخه آره نه دوست ندارم اونجا. نه خب آره، ولی جای خیلی خیلی معروفه. و بعد رفتیم هریس رنچ اونجا و باور نمی‌کنی غذاهایی که داره و استیکایی که داره بی‌نظیره واقعا. همونجا میکشن؟ نمیدونم، ما دیگه با اون کاراش کار نداشتیم. ولی اگه ما رفتیم اونجا میبینی اونجا که قشنگ گذاشته، شما میری اونجا بذار با هم دیگه این گزارش رو نگاه کنیم، بعد روش هم صحبت بکنم با تو که راحت تر باشه. بله. در راه سان فرانسیسکو میرسیم به هریس رنچ، یکی از جایی که همه دربارش صحبت میکنن. چرا؟ به کسهاش به خاطر خیلی قدیمیه و ادبت طولانی داره. در خود اونجا عکس های مختلف فیلمهای مختلف نشون داده میشه که شما رو برمیگرده به دوران جنگان طلاق و اتفاقاتی که در اون زمان در آمریکا بوده. و یکی از رستوران‌های معروف برای غذاهای استثنایی که اینجا داره. خب ببین اینجا که وارد میشی، خب این مغازه داشتش که مغازه خیلی قشنگیه. پیشا پیش رفته بودن به طرف کریسمس و جشن داشتن وسایل کریسمس و این اورنومنت ها و اینا رو میفروختن. آره از الان شروع شده کریسمس دیگه، مردم الان آماده میشن به طرف کریسمس حرکت میکنن. و این فصل مورد علاقه من هستش. چرا؟ من عاشق این فصل و این هوای خنک و این چراغونی خیابان ها و اینا رو همه رو، این پکیج رو خیلی دوست دارم. و بعد شما میری جلو یه مقدار که میری جلوتر، اونجا یخچالای هست که گوشتا رو گذاشتن. شما نگاه میکنی نوع گوشتا چی هست. پس از قبل کشتن. آره دیگه. نه پس فکر کنی مثلا انا وسط جاده را چالوس وایسادی یارو که الان گوسفند رو زد زمین. نه قربونش شکله. نه عزیزم گفتم حالا تو اینجوری گفتی همه همه رو همونجا انجام میدن. 6000 تا گاوه گفتم جلو شما میکشن. آره خلاصه این طرف اینجا میرید اونجا و انتخاب میکنید و نگاه میکنید. و بعد ببین این رستوران الان قدمت 100 ساله داره. آره. و بعد این قشنگی این رستوران خوبیش که تمام دیواراش و قبلن هم این محل محلی بوده که این گاودارا و اینا میرفتن اونجا و استراحت میکردن، گاواشون داشتن و چراگاه ها بوده و اینها. بعد خلاصه این عکس هایی که روی دیوارها هست بسیار زیبا و قشنگ، همش خاطرات اون زمان، اون دلیجان های اون قدیمی و اون گاری ها و این ششلول به کمر ها و اینا، همشون خاطرات آمریکایی وسترن و دوران وسترن رو به یاد شما میاره. و بعدم غذاهایی که اونجا میخورید و لذت میبرید. شما انتخاب کردید؟ بله ما انتخاب کردیم. من با یه کوچولوی دیگه بودم که اونم یه چیزی در حدود 200 کیلو وزن داره این کوچولو. بعد با هم گفتم این خیلی زیاده چون 20 خورده آنسه. گفتم بیا این یه دونه رو میگیریم با هم دیگه میخوریم. گفت نه. گفت باشه. نه قبول کرد. میگفت نه میزدم همچی. قبول کردش. قبول کردش که اینو با هم دیگه. من یه سوال دارم. مثلا یه استیک. شما بستگی داره. میتونید 15 اونسی بخورید. از 15 اونس. نه از
قیمتی مثلا چه جور بود؟ بستگی داشت. زیاد میخوام برم گرون بود، ارزون بود، گرونه. گرونه گرونه نه ماستروس اونجوری نیستش، گرون رستورانه. رستورانی هست در بیول هیلز که بسیار علکی گرونه. خب غذاش خوبه ولی خب گرونه دیگه. نه علکی گرون نیستش، غذای خوبی داره. غذای خوب ولی استیکای خوبی داره. ولی خانم یه سوسه بیا. من اکثر مواقع گوشت که می‌خورم یه حالت سنگینی اون حالت به دست می‌گیرم. این اصلا این حالت نبود. اینقدر تازه بود و اینقدر خوب بود. و پست دیگه شب میدونی چیه؟ هیچ نوع پرزروتیوی توی این گوشت وارد نمی کنن. و بعدم این گاوهایی هستن که میچرن. گاوان آره ما زیاد داریم گاو اینجا که میچرن. حالا بذارید بگم، من چندی سال پیش من و خاله و شوهر خاله و مادرم و یکی از کازنام رفتیم تیوانا. آها. اونجام یه رستورانی بود که میدونی که اونجام استیکای خیلی خوبی داشتن، ولی اونجا خیلی ارزون بود البته استیکاش. و اونجام مثل همین جایی که خر ارزون تر از گافه، خر ارزون تر از گافه. اونجام بسیار خوشمزه بود ولی بسیار ارزون بود در اینجا. یه مدتی ارزون در تیوانا در اومد که یه مدت درآمد در تیوانا بعد مشخص شد که به خدا چند تا گرفتن که گوشت خر میدادن به ملت. نه خیلی اون رستوران اینجوری نبود. بله در مملکت خودمونم گفتن اینجام خیلی جاها بوده که خیلی چیزا رو در همه جا همه چی وجود داره. تو فوری میخوای یه جایی رو اسمشو بد بکنی. نه من دارم میگم همچی چیزی بوده، نمیگم هنوز هست، گفتم گرفتنشون. بله حتا. در خیلی جاها این بوده ولی در اصل پس خوردید و نوش جان کردید. بله، و رفتید. بله. سان فرانسیسکو اومدید. آره، خوشم جاتو خالی. ببین سفر خوبه گاهی وقتا، حتی کوتاهش هم که میری یه خوبه دیگه، میری با دوستان میری و اینا و برمیگردی، خیلی هم خوب هست، خوش میگذره به شما. آره من یه فقط من بلندی و اینا رو نمیتونم تحمل کنم، جاهایی که بلند باشه و از یه من نمیفهمم چرا مثلا طرف در سریلانکا یه فیلمی جدیدن در آمده که طرف با از این سلفی ها از خودش با این میله ها گرفته که داره از یه چیزی همینطور میره بالا، پیچ میخوره میره بالا. این امبولو واوا تاور یا برج امبولو واوا. بگو بابا، بگو امبولو واوا، انگلو بابا، بگو بابا، بگو امبلو. دهن تو بگو ان استغفر الله، ان بلو. چه اسم بدی داره این؟ چی اسم؟ این تو سریلانکاست، این زبان سریلانکاییه. مثل همون یه اسمی بود یه دفعه توی چیز برنامه‌مون گفتیم با مکابیز یکی کشته بودن، اسمای بی خود خنده دار. نه من نمیگم، من اسم که خنده دار باشه نمیگم، من تا آخر برنامه نمیگم. نه آخه نه، موضوع اون نیستش. اسم بر بستگی داره که تو کدوم کشور هستی. به خدا من مثلا با وقت من مثلا یه خانمی دیدم که مال آفریقا بودن، اسمش انینه بود. به خدا دور نمیگم اسمش بود. خب چیکارش میشه کرد؟ تو ایرانی خیلی بدجوره. آره ولی تو فکر کن مثلا عروسه تو مثلا فکر کن خدای نکرده خواهش نه نه خدای نکرده فکر کن خواستی این اسم رو بیاری رو شوهر به سر میان. خب یه دختری گرفتم اسمش اینه، چیکارش میکردی واقعا؟ مجبور بگیری یه؟ اگه عروس من باشه من با عشق دوستش. باریکلا پس بگو اسمشو امبلو بابا. این مشکل این آدمه. نمیتونم. ولی حساب کن یارو بیاد بگه من خنده دار بود که همیشه قش می‌کرد. نه چیکار می‌کنی واقعا؟ میگم من آقا من می‌خوام با این ازدواج کنم. اسمش هم اینه. انینه. من قش می‌گم از خنده. من واقعا خندم می‌گرفت. من نمی‌تونم اسم خنده دار نمی‌تونم. اونم خر می‌کرد. نه دیگه من همیشه چقدر مادر شوهر. الان اسم عروس نظریتون چیه؟ ایدا. خب راحت ایدا. ممکنه ایدا به زبان مثلا فرانسوی اسم بدی باشه. مثلا فرانسوی یه چیزی داریم. مثلا میگم عزیز من. نه مثلا نگو. اسمش خیلی هم قشنگه. ویدا ایدا. آها از رو اسم تو برداشته. دیگه میدونی اسمای قشنگ به هم میخوره. مادر شوهر و عروس به هم میخوره. یه تصویر دیگه هم دیدم اتفاقا، یورو از پله‌ها میرفت، از این پله‌های چیزی میرفت بالا و بعد شما دوربین که میره عقب تمام تصویری که نگاه می‌کنی اینقدر وحشتناکه. اینو نگاه کن ببین انقدر این وحشتناکه. چی رای کوچولو 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 همطور داری میره بالا اصلا خیلی نه اون آره ولی اینم این تصویرات اینا خطرناکه واقعا. من از بلندی ها علاقه ندارم.
شما میرین؟ میری؟ بله. خب شما مریضی، خیلی اشکال نداره، خب پیش میاد. چه مریضی؟ خب من بلندی ناراحت نمیشم. یعنی میری مجیک مانتن با این سنت؟ نه، سوال میکنم به خدا، نه به جون تو، سوال من جدیه. بله با این سن و سال مجیک مانترم خطرناکه برات. قلبم وای میسه، ناراحتی قلبی ندارم. ناراحتی گردن؟ گردن اونو. کمر؟ اونم جا میفته دیگه. خب بخواستم شما یه چیزی توجه داشته باشید، ایشون اگه الان این صحبت میکنه باور نمیکنید، هر خیلی راحت به سرعت اگر لازم باشه گردنش درد میکنه، کمرش میگیره و میگه تو میدونی که من تصادف کردم. اگر چیزی عزیزم میگیرن، شما راجع به ماجیک مانتن صحبت کردی، اون موقع حالت خوب میشه. تازه امروز هالووینه، قربونت برم، حالا تو پاشودی اومدی با لباس هالووین نشستی اینجا، من اول که نشناختم، گفتم که من نشستی چرا این ریختی اومدی، یه جوری میادی مردم بشناسنت ببینن که ایشون آقای امیر قاسمی هستن. در ضمن من از اول برنامه یادم را نگم، عذیت نکنی وقتی گفتن جنسشو شما های همه تون هی به من بعضی دوستان میزنن که تو رو خدا این رو عذیش نکنی، کسی نمیدونه چه شیطانی زیر این شیطان صورت، آره صورت آرام خوابیده. واقعا من هالووین زیاد دوست ندارم. چرا؟ نمیدونم، بعضی قیافه ها یه جوری میشه، بعد همش دلشوره بچه ها، من همش دلشوره بچه ها رو دارم. من عاشق محله شما، محله که زندگی میکنید. اون محله نزدیکتره به ما رو دیم، اونجا رو میگیم. خب نزدیک نیه، قدم زنانه. اونجا برای ما خطرناک نیستن، برای شما خطرناکه. نه اونجا چیزی نداره اتفاقا. خب نه اتفاقا من خیلی دوست دارم اون محله رو. بله یه خود اون ورتر از اونا، برای من خطرناکه ها. آره اونجا خب بابا با حسین مجید ها برنامه اجرا میکنم، این حرفا وحشت نداره. نه اذیت نکن همکار عزیز، ولی از شوخی گوشه، من یکم دلشوره بچه ها رو همیشه دارم. یکی اینکه آره درسته، به خاطر بچه دزدیه، حواستون باید باشه. یکی هم به خاطر این شکلات هایی که میدن، میگن توش یه وقتی دیوونه زیاده، در همه جا، نه مسئله اینجا نیست، بعد بعد پدر مادر را بگیرن از قبلم بخرن و بعد جاهایی که میبرن توی خونه که میرن جایگزین کنن با اون شکلات ها. دست خوب شکلات ها رو بگیرن بزن تو. نه بچه دیوانه میشه. یه برنامه ای داریم ما، یه برنامه هستش که در آمریکاست که جیمی کیمل این رو اجرا میکنه، که به مادر پدرها میگه من فیلمت رو برای من بفرستی، میخوام ببینم چیه. فیلم این صحبت میکنه که فردا صبحی که حالا این تموم میشه، فردا صبح که بچه بلند میشه، مادر پدر میاد میگه که عزیزم یه موضوعی میخوام بهت بگم، و میگه چیه؟ میگه من تو که دیشب خوابیدی، من همه شکلات هالووینت رو خوردم. و هر بچه با این کاراکتر یک جور روبرو میشه و برخورد میکنه، و شما باید اینو ببینید که ببینید بچه تو چه فضایی میره و چه حال بدی میشه. خیلی زیاد کم اتفاق میفته که مثلا میگه اشکال نداره، دیدم اینم ها که میگه اشکال نداره. And we ate all of your candy. Step up. I ate all your Halloween candy. You're just joking. Nope, I ate it all. Well, I ate some too.
just wanted to let you know I ate all your candy. I ate all your Halloween candy. دیدی برنامه رو؟ چی؟ مایکل داگلاس. نه چی شده؟ خیلی ناراحت شده. چی شده؟ گریه کرد. چرا؟ با پسرش نشسته بود. آدم یه وقتا فکر میکنه که این هنرمندا، هنرپیشه‌ها، این همه معروف، این همه پول، چندین تا زن، آخه این خب با یه دونه که نمیشه چندین تا زن به این خوشگلی هیچ غم و غصه ای ندارن. پسرش هم پلوش نشسته، پسر بزرگش. میدونی که پسرش خیلی غرق مواد و این چیزا شدیدن و حتی تا پای مرگم رفته و این یک گریه ای میکرد و ناراحتی صحبت میکرد راجع پسرش که چطوری این پسرش وابسته مواد مخدر بود و این چطوری اومده که پسرش رو نجات و ازش التماس کرده و بهش زنگ زده گفته من عاشقتم، من دوستت دارم، ازت خواهش میکنم بیا برو و من همه کار میکنم که تو مواد مخدر رو ترک کنی. و الان پسرش در جایی هست که ازش نگهداری میکنن که بتونه این مواد مخدر رو بذاره کنار. و واقعا سخته ها ای رضا، آدم نمیتونه فکر کنه که آدم ها چه دردایی تو دلشون دارن. آدم هر کسی نگاه میکنه همونی که میبینن، مثلا تو رو خدا یاد بگیریم جاج نکنیم مرد. قضاوت. بله. قضاوت نکنید. ولی یه چیزی داره میگی درسته. من اتفاقا داشتیم میرفتیم لاس وگاس سان فرانسیسکو، تو راه من هی گفتم آقا بزنین که ما امروز کافی نخوردیم، قهوه‌مون رو بگیریم، این کاپوچینو رو بگیریم بخوریم. و بعد اون لحظه به این فکر رو همین گفتم حالا بریم اینجا، گفتم نه بریم استارباکس مثلا، هی استارباکس. بعد تو این فکر افتادم که یک قهوه یا یک کپوچینو خیلی معمولی چقدر وابستگی آدم داره که وقتی نمیخورتش تمام روز مغزش تو این مشغوله که چرا اینو نمیخوره. و بعد حالا همین شلشو بیشتر و حجمو بزرگتر و بزرگتر کن که چقدر سخته برای یه آدمی که درگیر این چیزا میشه و بخواد اینا رو بذاری کنار، یا که بسیار سخته و چقدر سختره برای یک خانواده که با چنین مسائل روبرو هستن. یه صحبت خیلی قشنگی بود، اونم این هستش که اعتیاد یک نفر را از بین نمیبره، یک خانواده را از بین میبره و این واقعیته. و من این بخش رو ندیدم ولی مطمئن هستم که آره همه رو تحت تاثیر قرار میده. دلش یه حد میسوزه، فکر میکنه که یه هنرمندی با این ابهت میشینه عشق میریزه و به پسرش وقتی تعریف میکنه که زنگ زدم بهش گفتم من عاشقتم، دوستت دارم، تو پسر منی، من ناراحتتم، تو رو خدا بیا با من بریم، سعی کنین و تک. و خودش و پسرش هر دو گریه میکردن وقتی این تعریف میکرد و اون گوینده نشسته بود، گوینده هم اشک می‌ریخت، این دوتا هم همین جوری اشک می‌ریخت. من واقعا ناراحت شدم، بعد فکر کردم که چقدر چیز بدیه. مخصوصا بعد فکر کردم راجع به همین سیگارایی که الان در موردش صحبت میکنن که سیگارای ویپ، آره من چی بهش میگن که میکشن سیگار گل داره، نه مصنوعیایی که الهی میکشن، دود میکنن، میگن میتره که میکشه، نمیدونم. آها 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 ویپ. من نمیدونم واسه چی وقتی این همه دارن میگن آدما میمیرن ولی آها برید سیگار بکشید، سالمتر از ایناست. بن که این همه هی نشون میده چپق بهتره. چپق چیه؟ چپق یعنی دیگه توش چیزن، آره دراز، آره بالا به خدا با از این چیزا که میذارن. یادم میاد ایران به خدا یارو میریزن توش، بعد چیزم داره، یه چیزم داره این وسطش که جلوی نیکوتینن هم یه مقدار زیادشو میگیره. نه من اصلا میگم اصلا سیگار شاید بهتر از اون چیزی که الان سیگار مشکلش چیزشه باشه. آره اینا، آره اینا خیلی خطرناکه. طرف شروع کرده بچه‌ها میکشن، فکر میکنن خب این خیلی سیف تره، خیلی ایمنی تر ایمنی تره و خب مردن.
همون آن میمیره. حالا سیگاره بالاخره شما رو اگرم قرار شما از سیگار کانسر میگیرید، سرطان ریه میگیرید، شاید بالاخره یه تایم بیشتری دارید، ولی این دیگه یهویی میکشه. نه، من دوستی داشتم که ایشون توی 4 ماه به خاطر سیگار و سرطان ریه مرد. تو 4 ماه، یعنی 4 ماه سیگار رو شروع کرده بود؟ نه، 4 ماه که گرفت، از روزی که سرطانش مشخص شد که زیادم نبود مدتش تا زمانی که فوت کرد 4 ماه. خب این ممکنه 20 سال بوده سیگار میکشیده. آره دیگه. نه من میگم این وقتی این مسئولیت میکشن در عرض یه روزه از بین میرن. خب این درست نیست. تو رو خدا با بچهاتون صحبت کنین، بگید اگه میخوان بکشن سیگار بهتره تا این چیزایی که میکشن و جون خودشون را از دست میدم. واقعا من وقتی نگاه میکنم قلبم درد میگیره. بله. نمیدونم چرا پدر مادرها نمیشینن راجع به این مسائل صحبت کنن، یا بچه‌ها وقتی این چیزها رو میبینن چرا باز هنوز این کار انجام میدن. ببین یه حالا درباره سیگار صحبت کردی، یک حیوانی در آمریکا خیلی معروفه، نه اسکانک یه حیوانیه که در آمریکا خیلی معروفه، من فکر کنم تو ایران ما نداریمش. یه حیوان خوشگلیه، تو کارتونا دیدینش، تو فیلم‌ها دیدینش که سیاهه. نه فکر نمی‌کنم. بعد یه رنگ سفیدی از بالای سرش تا دمش خوشگله، بسیار خوشگله، که خودش یه داستانی داره که انشالله یه روزی آقای حسین مجید درباره داستان خودش و تجربهش صحبت خواهد کرد، اما به اون کار نداریم الان. درباره این صحبت می‌خوام بکنم که اسکانک از خودش یک برای دفاع از خودش بیرون میریزه که این یه بوی خیلی بدی داره. البته من اصلا از بوش من از یه نمیدونم، برای اینکه نزدیکش نیسته، به تو نریخته، اگر بریزه اصلا نمیتونی نفس بکشی، اینقدر بدجوره، خیلی بده. آره حالا این بوه را شما اینا حس میکردی و میدید اینا ایور و وقت. الان ما هر گوشه ای از شهر که میریم در آمریکا به خصوص، این اسکانک ها زیاد شدن. آره ما فکر و چرا بخواد که بوی اسکانک یه جورایی درست مثل بوی همین علف یا گل میمونه. آره نه بوی علف بهتره، نه این همه که همون حالت و همون بو رو میده. ما همین طور تو سانفرانسیسکو راه میرفتیم، خانم این بوه میومد تو ماشین، داشتیم میروندیم، یه دفعه بوه اومد، همه به هم دیگه نگاه کردن کی آورده، کی داشته تو جیبش، کی داره راست بگید. اون یکی که بچه هم همه چلا چرخی به طرف هم راستشو بگو. خب به خدا قسم این هایی بادم اینا رد شدی، اسکانک نبود، علف بود بزن همه دارن تو محله. آره از وقتی که تو آمریکا آزاد شده و حالا کل آمریکای شمالی اینو در بر خواهد گرفت، رفته رفته کانادا و آمریکا و همه اینها، این ما هر جا میریم این بوه هست دیگه. با ما متاسفانه بعد مردم راحت باشن تو خیابون میکشن. آخه از زمانی که اومد این شروع کردن راجبش که این هیچ اشکالی نداره، خیلی خوبه برای مغز، خوبه برای این، خوبه برای اون، خوبه. بعد که ذره ذره گذشت فهمیدن نه خیر، به مغز خیلی هم کار داره. این حرفا خیلی بیخودیه. نه به مغز کار داره، این یه چیزی هستش، یه موضوع دلیل خاص داره. بذارید مثلا میگم دلیلش چیه. یکی دلایلش این هستش که کشورهایی که آزاد هست درش همین علف یا ماریجوانا، یک دلیلش اینه که آرامش رو میاره، متوجهی؟ طرف رو آروم میکنه. آره طرف رو آروم میکنه و به خاطر همین در اون شهرها یا در اون کشورها از لحاظ خطرهای مثلا قتل و غارت و اینها کم میشه درصدش. حالا قربونتم در این مملکت آه. که الان همه دارن میکشن، هیچ نه. قتل و غارت و چیچی هم کم نشده. برای همینه، این دلیلش این بودش، یکی دلیل اساسیش اینه که صحبت میکنن. دلیل دومش هم مشخصه، خیلی ها سوال میکنن که چرا یک زمانی در دهه 30 و 40 آمریکا، چرا میلادی منظورمه، چرا مشروب غیرقانونی بوده، یا چرا مثلا با اینقدر جنگ میکردن با مسئله مشروب. دلیلش مالیاته. زمانی که مالیات تعلق گرفت به مشروب آزاد شد. اوه چون مالیات نمیدادن؟ یکی از دلایل اساسیش این بوده، نه چیز دیگه ای. یکی از دلایل اساسیش این بوده و به خاطر همین مافیا یا این گانگسترها رفتن توی کار مشروب.
الان برای ماریجوانا هم همین حالت بود، مدت ها غیر قانونی بود. چرا وقتی تکس بهش یا مالیات بهش تعلق نمی گرفت؟ چون غیر قانونی بود. از زمانی که اینا آزاد کردن و تکس بهش گذاشتن و اومدن گفتن زیر نظر ما این کار رو انجام میدیم، خب این اتفاق و این صورت افتاد. همه چی، همه دعواها سر پوله دیگه، کاملا همین طوره. هر چیزی راجبه آره. صنعتی ها هنوز اوکی نشده، فعلا الان با سنتی ها میریم جلو دیگه. الان اونجوری شده داستانه. یعنی چی سنتی ها؟ یعنی مثلا ماریجوانا و تریاک و اینها، اینا سنتی حساب میشن. صنعتی مثل کوکائین، هروئین، بله اینا خیلی حرفای بدی، حرفای بدی. آره. اینا خیلی حرفای بدی، این شده گیری هیچ کسی حرفا نزد. توی تلویزیون دیدم نشون میداد. شما آووکادو دوست دارین؟ خیلی. منم خیلی دوست دارم. بله بله، با لیمو البته. با لیمو ترش. آره دیگه. شما مثل من لیمو ترش خورین دیگه. خیلی زیاد. من دیدم که توی تلویزیون نشون میداد که در استرالیا آووکادو اینقدره. استرالیا همه چیزش بزرگه. چرا؟ نمیدونم. مثلا تبلیغاتش هم دیده باشی، مثلا تبلیغات هم بزرگه؟ نه، یه آبجویی دارن به نام فاستر. فاستر بیر. اوکی؟ فاستر بیر یا آبجوی فاستر تبلیغاتش اینه که خود چیزش ظرف بزرگی داره. بعد اینا تبلیغشون به این صورت بود مدت‌ها که میگفت مثلا چاقو و چاقو مثلا نشون داد، چاقو رو چاقو مثلا نشون داد، یه چاقو انقدر، ولی گفت برای استرالیایی ها این یعنی چاقو، متوجهی؟ That's not a knife, this is a knife. یا مثلا گفت ماهی واسه مردم دنیا ماهی اینه، بعد ماهی دارن واسه خودشون میادن، بعد نشون داد اما ماهی تو استرالیا اینه، بعد وایت شارک رو نشون میداد، شارک سفید رو یا این کوسه سفید رو نشون میداد. برای همین این تبلیغ چیز تبلیغاتی بود. بعد گفت آبجو، مثلا آبجو همه اینقدر بود، بعد آبجو که تو فاستر این بزرگ بود. ولی شما اون چیز چنی که میگه فلفل نبین چه ریزه، بشکن ببین چه تیزه. بله خوب یادمه. بله در برنامه دکتر آز نشون میداد که این آووکادوهای کوچیک خاصیتش خیلی بیشتر از اون آووکادوی به اون بزرگیه. درسته. باورت میشه؟ بله بله. و میگفت یک خانواده در هاوایی اومدن و همون آووکادو رو در اونجا دارن پرورش میدن و این آووکادو به این بزرگی اونجا داره الان رشد کرده و دارن میفروشن، ولی متوجه شدن که آووکادو کوچولوها بهتر از اون بزرگ است. هرچی ریزه میزه بهتره تا اونی که خیلی بزرگه. Not everything. Size does matter. Yes, man. سیاده. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش در شوروی دیدی که بیچاره خرسه رو بردن که باش بازی کنن. خرسه، خب خرسه دیگه، خرس چه میفهمه چی کار باید بکنه؟ حالا نمیدونم، یکی سوال کرده بود که نظر شما چیه راجب این خرسه که در اینه که داشت کاراشو میکرد یهو پرید مربی رو گرفت. دیدین شما اعصابش خورد میشه دیگه. آخه خرسه چیکار داره که با چوب اینطور کنی این کار بکنه، کار یهو پرید مربی رو گاز گرفت. حالا میگه شما نظرتون چیه، کار خوبی کرده یا کار بدی کرده؟ حالا اگه بگی کار خوبی کرده میگن این عجب آدم سنگدلیه، خرس بیاد آدمو بخوره. اگه کار بدی کرده میگه بابا این حیوان بیچاره. آخه حیوانی که نمیارن آدم ببره تو سیرک و اذیتش بکنن. حالا به نظر شما کار خرسه خوب بوده یا بد بوده؟ به نظر من خرس حیوانات هیچ کدومشون نه برای سیرک و نه برای باغ وحش هستن. باید حیوانات رو آزاد گذاشت، ولی در جنگلی من به اعتقاد دارم باید باشن که جنگلی باشه که از اونها نگهداری بشه، مراقبت بشه و اینها رو در کنار هم قرار بدن. مثلا به خدا این خیلی فکر خوبیه، همون کاری که در بنگلادش الان سر ببرهای بنگال الان دارن نگهداری میکنن، کوههایی هستش که این ببرهای بنگال رو اونجا هستن، اونجا نگهداری ازشون میشه و درستش هم این راهه.
من یه تصویر دیدم از دو نفر آدم که یه خرس رو در ایران کشته بودن و عکسشون رو گذاشته بودن اونجا. و من سوالم این ازش که این دو نفر آدم رو واقعا آیا نباید گرفتشون؟ آیا اینها مجازاتشون کمتر از مجازات یک شخصی که انسان رو میکشه؟ چرا؟ من سوالم اینه که چرا؟ چرا باید شما یک خرس رو در یک خرسی که الان به صورت هر روز کمتر و کمتر دارن میشن تو کشور ما یا حیوانات مختلف رو چرا باید باشون اینجوری روبرو بشید و چرا هیچ کاری در رابطه باشون دولت نمیکنه؟ چرا اینها رو گیر نمیندازه؟ چرا اینها رو نمیگیره؟ چرا اینا دستگیر نمیشن؟ چرا اینها یک بار اگر طرف رو گرفتید در مازندران دست طرف رو قطع کردید به خاطر دزدی کرده؟ خیلی خوب، این کار غیر انسانیه. بندازید زندان، دستش رو چرا قطع کردید که دنیا نگاه بکنه به شما؟ اینا دردناکه، اینا اشتباهه، اینها مسئولین، این قدم‌های اشتباهیه که برمی‌دارند. بله. و از طرف دیگه یه همچین آدمی میادش فقط خرس وای میسه عکسام میگیرن، با افتخارم عکس میگیرن. اینم قابل قبول نیستش به نظر من. اتفاقا علی جان یه دونه فیلم سینمایی داشتم نگاه می‌کردم، بعد دیدم که یک شیر رو در منزل در یک قفس کوچیک نگه داشته بودن، شیره چقدرم لاغر شده بود و این شیر رو آب بهش میپاشیدن. یعنی توی فیلم نشون میداد، من اصلا دیگه میگم چطور میتونن یه همچین کاری بکنن. بله. و گفتم بعد یکی از دوستانی که از ایران آمدن گفت این کار رو انجام میدن در ایران، حیوانات رو اینجوری نگه میدارن. من نمیدونم، شاید ما نمیفهمم. امیدوارم که اینقدر این نمادها باشه و این کمیته ها باشن که بتونن دست به دست هم بدن و بتونن سیرک ها که خیلی اتفاق افتاده، رینگل برادرز رو از بین رفت به خاطر همین مسئله، تصمیم گرفت ما سیرک هامون رو تعطیل میکنیم یا سیرک هامون رو شکلش رو عوض خواهیم کرد که دیگه حیوانات درش نباشن. و این اتفاق در آمریکا در خیلی از کشورها افتاده، انشالله بزرگتر و بیشتر و بیشتر خواهد شد و همین اتفاق هم امیدوارم اصلا برای باقی وحشان بیفته انشالله. یه عکس خیلی زیبایی علیرضا نشون داد و من داشتم نگاه میکردم و یاد قدیم ندیما افتادم. خیلی عکس زیبایی بود که یه ضبط صوت بود نشون دادی. بعد نیست با هم نگاه کنیم. آره، یکی از دوستانی که یک صفحه اینستاگرامی به نام، اگه اشتباه نکنم، کافه نوستالژی همچین چیزی اینو داره، عکسای قشنگی از گذشته ها نشون میده، دهه ایران، دهه 50 ایران، دهه 40 ایران، دهه 60 ایران، همه اینها رو نشون میده و من دوست دارم عکسی که میذاره. این عکس برام قشنگ بود، یک ضبط صوت روی یک فرش خیلی قشنگ و بعد کاست هایی که فکر کنم مال اون دوران جهان موزیک و اون دوران بودش، از کاست های داریوش با اون عکس های قدیمی و اون حس قدیمی و یک چای، استکان چای و خیلی حس قشنگی این عکس. عکس نگاه که میکنیم ببین توش خیلی حرفه، خیلی دنیا فرش ایرانی. آره، ما فرش ایرانی اینجا داریم. داری، بله. ولی اینا همش خاطراته، اینا همش خاطراته. ببین فرد سلیقه ما تو فرش ایرانی هم این مقدار عوض شده دیگه، میدونی؟ مثلا فرش های ایرانی هم که در اینجا داریم خب باز دوباره مثل اون فرش های اون زمان و اون حس اون موقع نیست، قیافه ها عوض شده، یا تبریز مثلا گل ابریشمی یا معمولی هاشون جوریه، یا مثلا اون نقش و نگار ها عوض شده، شکل ها عوض شده. ولی خوبه، خیلی قشنگه. اینا رو که نگاه میکنید خیلی قشنگه. من پسرم هر دفعه میاد در لس آنجلس یه اوردر یه فرش ایرانی میده، میبره با خودش. بله دیگه، مثلا هر یه فرشی هم تو اتاقای ما میبینه مثلا میگه این خیلی فرشناس هم. آره، دوست داره بچه دوست داره. مثلا ای مامان این فرشه مثلا به درد شما نمیخوره. مثلا چند تا فرش میگیم بچه غذا نیست واسه خوردن. نه دیگه اینجوری دیگه بچم. این فرشه چند رجه؟ خب اینو من میبرم. میبره. رجش هم بلده. آخه یه مدتی تو فرش‌فروشی کار میکرده بچه‌م، اونی که درس میخوند. آها، فرش‌فروشی ایرانی. آره، فرش‌فروشی ایرانی کار میکرده. بعد بلده. این چند رج، این 90 رج، 80 رج، سبه من بلد نیستم البته. بعد میگه خب پس اینو من میبرم، چمدون جا داره میبرم. تعارف هم نداره. آره، بعدم این سود ابریشمه تا میشه خوب راحت. آره، تا میشه. میبرم. آره. هر دفعه که اومد یه فرش
رفته. مثلا از قیافه بچت معلومه بچه خوشخوراکه. آره از این تیپ و قیافه معلومه بچه خوشخوراکه. یه فرش اتاق برادر جان هست، چششون رو خیلی گرفته. اون دوست داره. برادر جان بهش چی گفته؟ برادر جان بیچاره حرفی نداره، میگه گفته موز خالدار نخورید. امروز داشت پای تلفن اومد صحبت میکرد، گفت علی جان حواست باشه، نوشته شده که موز اگر خال قهوه گرفت یه نباید بخوریش. میگن که خیلی بده موز اگر که اینجا، البته اسپانیش ها میدونید که وقتی موز قهوه‌ای میشه سرخ میکنن. اینو موز نیستش عزیز من، هر موزی واسه سرخ کردن نیست، موزا فرق میکنه. آره. اون موز کوچولوها برای سرخ کردن نه، گنده ها رو بابا، نه اون گنده ها هم باز یه چیزای دیگه است. خب مال اسپانیش ها شاید اونجوری شو بخور. نه ولی اون موز کوچیک ها مال کوبایی هست. نه ولی اسپانیش ها، من زمانی که مادرم زنده بودن یه خانم اسپانیشی بود که وقتی من رفتم سر کار ایشون منزل بودن، بعد ما موزا تا یه ذره رنگش عوض میشد من میمدم بزنم دور، میگفت نه 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 نه. میگفتم چرا؟ میگفت نه این باید قهوه‌ای بشه. بعد اینو کات کات میکرد، سرخ میکرد، نمیدونم چی میزد، آنسی اصلا یادم رفته. بعد میگفت ما اینا رو میذاریم قهوه‌ای بشه، بعد میخوردیم. میخوریم نمیدونم چی هستش. من اینو من تو سان فرانسیسکو رفتم، یه دوازه نمیذاشتش که هیچ نوع دوربین و عکاسی و فیلم برداری اجازه نداشت، محله چینیا بود. بعد خانم اینا خیارای مثل خیارای دریایی داشتن، این خیار گندیده بود. با گفتم این واسه چیه؟ گفت این خیار تلخه. خب این واسه سوپ. هر چی ما میرسیدیم بهش گفتم چی؟ اونم فقط بلد بود سوپ. چی؟ سوپ. خیار تلخ میزن تو سوپ؟ تو سوپ. سوپ. واقعا؟ آره پم نمیگفت. سوپ. 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 البته میدونی میگن کسایی که کانسر میگیرن، سرطان، میگن چیزایی که تلخه سرطان رو از بین میبره. آه نمیدونستم. بیا میگن خیلی خوبه. حتی این زردالو، توی زردالو تخم زردالو هسته، هستش، هسته تلخ زردالو رو میگن خیلی خوبه. نمیدونستم. میگن اونم برای کانسر خیلی خوبه. چیزایی که سرچ میکنیم یه کوچولو، اینقدر کوچولو میدونیم. یه خانمی به نام الیس، ایشون مادرش گفته بودی که تو خیلی از بچگی رقص رو دوست داشته. بعد گفته تو رقص چی نمیشی؟ آره گفته هیچی نمیشی. مال باز آنا کانادا یا اینا هیچی نمیشیه. ما اگه ایران بودیم میگفت هیچ اتفاقی نمیافته، هیچ چیزی نمیشی. آره مادر پدر ما ها اونجوری بود اون موقع ها، باور کن. داره بگفت هیچ وقت در ایران از این چیزا نمیگفتن. اصلا این لغت اصلا واسه این اومده. ببین تو چه هستی، این یکیشه. نه تو چه دختر خوبی هستی، منظور تو هیچ چیزی نمیشی. حالا تو اینا گفته که ببین عزیز من تو اتفاقی نمیفته واسه تو بودی. این خانم علیشم تصمیم گرفته که الان این بقول یادتی که یک صحبتی از دختر آبی میکردیم، یادش همیشه گرامی، اینم یک دختر آبی پوشیه. دختر آبی پوشیست که در خیابانهای تورانتو موسیقی میذاره، میرقصه و پول جمع میکنه که ثابت کنه مثلا رقص نه پول رقصه شبنه خیلی قشنگ میرقصه. خب خیلی قشنگ میرقصه، نه ثابت کنه رقصه، با پولش رو جمع آوری میکنه که بتونه این پول رو برای کارهای خیریه در خدمت بذاره. کار دیگه داره، شغل دیگه داره. آه. ولی رقص رو برای کار خیریه انجام میده. خیلی هم قشنگه. باریکالا. قبل از اینکه راجب وگاس صحبت کنیم که این همه سوال میکنن، قبلش گفتم یه صحبت بکنیم در مورد CBD. بله این قطره ای که این همه در موردش صحبت کنبیس. بله این قطره است، کرمه که خیلی ها میگن که بایش های نمیشن، خیلی ها میگن های میشن، صحبت ها خیلی متفاوته، خیلی ها میگن برای پوست خوبه. من در برنامه دکتر چیزای مختلف گفتم. بله در برنامه دکتر آز یه خانمی که در مورد CBD صحبت میکرد میگفتش که این هیچ ضرری نداره، نه روی مغز، نه روی هیچ چیزی، و فقط شما رو کمک میکنه که
مثلا اگر دردی دارید، اگر پرابلمی دارید از بین ببره. و میدونی که برای بچه هایی که آتیزم دارن، بله، خیلی آتیسم در ایران بهش میگن. آتیزم درسته ولی آتیسم بهش میگن. آتیسم بله. آتیسم دارن استفاده میشه. برای همین الان هم خیلی اینجا فروشگاه باز شد و خیلی هم فروش داره این مسئله. در بعضی ها میگن نه، این چون باعث میشه وقتی شما این استفاده میکنین خیلی سلو میشه، خیلی آروم میشه، آروم میشین، بنابراین حتما یه چیزی توش هست که شما رو های میکنه. آروم حالا میدونم. بله آرام بخش ممکنه توش داشته باشه. حالا ما نمیدونیم آیا واقعا این بده یا خوبه، نمیدونیم آدم کدوم طب. من خیلی دوست دارم که برم در موردش سرچ کنم و ببینم واقعیت کدومه. واقعیت این هستش که اگر میخواست شما رو از حالت عادی بیش از اندازه دور کنه، اون موقع 100% نیاز به تجویز داشت. متوجه این اول از همه که باید دربارش صحبت کنیم، چون اینجا اداره بهداشتش به شما اجازه نمیده اگر قرصی باشه که شما یا روغنی باشه که شما رو از حالت عادی خارج کنه این داشته باشه. اما مثلا حتی این CBD برای سگ ها هم هست، برای حیوانات هم هست. یکی سگ شما زیاد واق میزنه یا این مثلا هستش، بهش CBD میدن که این بتونه آرامش پیدا کنه. این وجود داره همچی چیزی. مثلا اگر شما نمیتونید بخوابید، باز دوباره CBD هست برای خواب. بله، شما بتونید صحبت بخوابید. میکن راجع به کسایی که اما بخن. آره، اما بستگی به این داره که چقدر درش اون مسئله وجود داشته باشه که شما به عنوان مواد مخدر اساسش نگاه بکنید بهش یا نکنید. ولی اون خانومی که در این مورد صحبت میکرد در برنامه دکتر آز، میگفت هیچ چیزی، هیچ مواد مخدری وجود نداره. ولی نکست دی در برنامه تلویزیون دیگری یکی از دوستان من میگفت نه، در اون برنامه میگن که نه، در این مواد مخدر وجود داره. ما حالا نمیدونیم حرف کدوم رو باید باور کرد. ولی از لحاظ مالیدنی چی علی؟ یعنی فکر کنی اگر مواد مخدری داره، مثلا اگه برای چیزای پوستی هم، آیا از طریق پوست هم وارد بدن آدم میشه؟ نمیدونم با مالیدن هم چیزی میتونه وارد بدن بشی یا نه. ولی خب اونهایی که تجربه کردن میتونن نسبت به این مسئله بهتر فکر کنن. کرمو بزنی یه آی بشی ولی کمک میکنه، به خیلی ها کمک کرده که چه روغنش چه چیزی و دنیا رو گرفته. برای ارتقای بیزینس خودتان با ما تماس بگیرید. 818-805-4600. بله شما توی که حرف میزنی، توی که من حرف میزنم خندم میگیری باشی. خب نه، خب شما میگی از این لحاظ نمیدونم داستان شد. ولی کلا من فکر کنم که باید CBD رو چک کنید و بازم چک کنید. آره من دوست دارم این سرچ کنم آدم بدونه. آره بله. حتما چون چیز جدیدیه. آره ولی اندازم داره. من شنیدم که اگر اشتباه نکنم درسته، مثل که اندازم داره، مثلا درصدی داره. آره درصدی داره که مثلا با این درصدی طرف خوابش نمیبره، پس بره یه مثلا درصد بیشتر شو. پس 100% یه چیزی باید توش داشته باشه که با درصد بیشتر شما رو به خواب راحت تر فرو میبره یا مثلا آرامش بیشتر بهتون میده دیگه. اینم باید بهش توجه داشته باشید. اوکی بسیار عالی، خواهش میکنم. شما یه صحبتی کردید چند روز پیش شده میاد، گفتید که به روح اعتقاد دارید. بله بله. خب این خیلی مهمه که شما به روح اعتقاد دارید. چرا؟ نه همینطوری داشتم تو روحتون فکر میکردم که پس بهش اعتقاد دارید. ولی خدا بچین. آره
برای ببخشید بازم این دفعه منو لگد کرده. آره زهرها من هر وقت اینجور میرم خونه همیشه باید لنگان لنگان میرم به رو اعتقاد داری. ولی خب توی یه بار در انگلستان دوربیناش اونجا روشن بوده، واقعیت دروغ نیستش، و بعد دیدن که این صندلی های بار، صندلی هایی که اونجا بوده، صندلی ها شروع کنه به حرکت کردن، تمام تا صندلی داره حرکت میکنه، بعد یه چیزی از روی میز باز داره پرت میشه پایین، و اصلا وحشت گرفته تمام اون مردمی که در اون محله بودن، و به خاطر اینکه مثل که این بار روح داره. روح داره. خب یادت باشه انگلیسی ها خیلی باور دارن روح رو. بله. مثلا خیلی جاها خونه هایی هست که اصلا میگن این تو روحه، روح زندگی بله. میکنه. خب شاید روح ها انگلیس رو دوست دارن. نه اصلا مثل واقعا اصلا روح و انگلیس، اصلا اروپایی ها بیشتر به روح اعتقاد دارن تا امریکایی ها. رومانی ها مثلا، رومانی روح دیگه، دراکولای بزرگ، دراکولا، دراکولای بزرگ، دراکول بهش میگن. نه من میگم اصلا شاید که زلزله اومده اونجا تکون خورده اون صندلی ها. نه 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 زلزله نبوده واقعا. نه سه تا صندلی میبینی، سه تا چهار تا صندلی بیشتر نیستش عزیز من، وحشتناک بوده. ولی شما خود به روح عقیده داری؟ نه یعنی به این صورت نه. شما اون چندین باری شاید در برنامه هم راجع مسئله صحبت کردیم، اون فیلم چیز یادته تری من اند بیبیز؟ بله. که در بله. موقع فیلم بله. برداری بله. یه بچه ای وایستاده بوده بله. و اینو دیده بودن بله. بله و وقتی هی گفته بودن این بچه همچین بچه ای اونجا نبوده و بعد رفتن در موردش گفته بودن این بچه چطور تو این صحنه بوده بله. بعد گفتن که این در اینجا این بچه با اسلحه پدرش بازی میکرده و همین در خونه کشته شده. همون بچه. همون بچه. بله پس بله. روح وجود داره. ولی تو اون صحنه بوده و هنوزم میتونی ببینیش. بله من شنیدم اینو. پس خودت دیدی اون فیلمو؟ فیلمو دیدم ولی این قسمتو ندیدم تو فیلم. شوخی میکنی؟ بعدها که قسمتش نشونم دادن دیدم که یه چیزی اون پشت پرده هست. اصلا بچه رو میبینی؟ من تو با اسلحه هم وایستاده. با اسلحه وایستاده یعنی قشنگ مشخصه. پس روح وجود داره. ببین اگر روح هم باشه مثلا امیدوارم، من دوست دارم مثلا روح کایلی جنر باشه مثلا، آدم خاطر روح هم ببینه. والا به خدا اگر روح بعد هم اشتهایی ببینه. نه حساب کنم مثلا خوابیدی، شب خوابیدی یه دفعه راک اینا رو هستش، دوین جانسون مثلا روحش بیاد بالا سرت، حالا الان که زنده است ان شاءالله بمونه. ولی فکر کنم ولی مثلا کایلی جنر رو دیدم که لباس چیز پوشیده، لباس پلی بوی پوشیده. بله بله اون پوشیده بود و دیدم بعد صحبت ازش میکردن که این میخواد دو سنتر فولد وسط پلی بوی هم بره و از این حرفا و این صحبت ها بوده. خود این مسئله ببینید یه سرسده بسیار زیادی به راه خواهد داد که برم. بله بودن کایلی جنر. ولی خب برای پلی بوی این کاستوم رو پوشیده و رفته و باشم عکسی هم گرفته. الان که صاحب پلی بوی از بین رفته چه کسی داره این کار رو انجام میده؟ ستیتش یعنی یک بازمانده ها در واقع بهش میگن. بازمانده ها این کار رو انجام میدن. بله بله بازمانده ها دارن این کار رو انجام میدن و بهش میگن استیت دیگه، وارث ها. وارث ها انجام میدن. باش. استیت میشه همون وارث. شالا موفق باشن. اینا هم به قول معروف خدا بهشون گفته بابم لوله. بابم لوله؟ باشالله خوب گفتی. نه باشالله. بله دیگه خدا بهشون گفته بابم لوله. دیگه از هر چیزی پول در میارن دیگه. اینا جز اون کسایی هستن که دست به هر چیزی میزنن تبدیل به طلا میشه. یه چیز جالب واسط بگم اونم این هستش که ماشاءالله من فکر کنم مردم ما همشون وضع مالی خوبه تو ایران. همش ما میگیم که آقا نه مثلا بعضی میام میگن آقا وضع خرابه اینا حرفا. من میخوام از شماها بپرسم، شماها تو 9 ماه اول سال 3300 واحد مسکونی رو تو ترکیه خریداری کردید. این نوشته است 3300 واحد مسکونی توسط ایرانی ها خریداری شده تو نوش جونشون باریکلا. ما ولی ما ملت وطن پرستی هستیم، یعنی باور بفهمید ما هیچ ملتی مثل اندازه ما وطن پرست نیست. و من در یوتیوب دیدم که
من ایراد نمیگیرم از این نه 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 منم ایراد نمیگیرم من ایراد نمیگیرم از این موضوع من ایراد میگیرم از این موضوع که یکی این که ملت به فکر این هستن که بهتره در کشورهای دیگه سرمایه گذاری کنن چون اینو بهشون یاد داده شد متاسفانه یاد داده شد بهشون و خیلی از اشخاص مسئولین با این کارهایی که خودشون انجام دادن حالا یا شایعات ساخته شد یا حالا هر اتفاق افتاد یاد داده شد که آقا پولتون رو برید خارج از کشور سرمایه‌تون رو برید خارج از کشور خونه‌تون رو خارج از کشور بسازید همه این حرفا و این ایراد بزرگیه نه شاید هم بالاخره یاد باشه علی جان اینجا هم همینه شما وقتی اینجا خونه داری خارج از اینجا میری یه خونه میخری در اروپا من اینو ندیدم در... من در آمریکایی من سفر زیاد میرم در آمریکا و ویدئو آدمهایی که در آمریکا زندگی میکنن شاید از ایالت خودشون بیرون نرفتن حالا با داریم در این صحبت میکنیم که ممکنه مثلا کالیفرنیا یه مقایسه کنی قد یه ایرانه درسته بله. ولی طرف خیلی از این آدمها مثلا شما میرید به استیت های دیگه میرید به ایندیانا طرف که تو ایندیانا زندگی میکنه براش رویاست اومدن به لس آنجلس تو ذهنش یک اتفاق بزرگی اگه بره به دیزنی لند از یادت باشه اینا رو توجه بهش داشته باش و سعی میکنه که پولش رو تو کشور خودش تو شهر خودش خرج کنه این خیلی مهمه ما نیاز داریم که چه مسئولین چه ثروتمندا پول رو تو کشور خودشون خرج کنن تو کشور خودمون خرج کنن و به فکر این و این به فکر کسایی که محروم هستن این شهرستان ها به اینها برسند استان های محروم ما در کشور داریم که حقشون اینجور نیست بارها اینا من گفتم به اونها برسن به جای که پولشون رو ببرن در کشورهای دیگه خرج کنن و سرمایه گذاری کنن اونجا این نظر منه بله اون که درسته ولی خب اینا ممکنه آدم های معمولی هستند که میرن میخرن 100% آدم های معمولی هستند اکثریت آدم های معمولی هستند ولی یاد اونایی میگیرن. که باید به فکر مردم باشن دولتی که باید به فکر مردم باشه ولی یاد میدیم بهشون با این کار بله. با این صحبت ها با این شایعه ها با این پول هایی که انجام میشه یاد میگیریم من چند تا از این دادگاه ها رو دیدم که یه آقای قاضی هستش خیلی هم محکم صحبت میکنه خیلی محکم و قوی و خوبه صحبت میکنه دیدم مثلا این اشخاصی که از بانک های مختلف از جاهای مختلف از دارو همه این حرفا سوء استفاده کردن و باشون چطوری برخورد میشه امیدوار هستم با همه همینطوری برخورد بشه در وقتی که حق مردم خورده میشه انشالله. خیلی مهمه انشالله